اگه میخوای بدونی لیز دگزامفتامین که با اسم تجاری ویاس توی ایران به فروش میره چیه؟ اگه احیاناً دچار سوء مصرف ویاس هستی و میخوای اطلاعات بیشتری در خصوص عوارضش داشته باشی؟ اگه پزشکت برات ویاس تجویز کرده به خاطر بیش‌فعالی و یا مشکلات پرخوری؟ اگه دوست داری اطلاعات بسیار کاملی در خصوص ویاس، عوارض اون، نحوه مصرف اون و خطرات مصرف اون داشته باشی، این پست رو برای تو ساختم، کامل و جامع در خصوص ویاس. برو که بریم. یو سلام سلاتین، دکتر سنا هستم، خیلی خوش اومدیم به کانال خودت. اخیراً اگر در جریان باشیم، به خاطر اینی که ریتالینای خارجی، نه ریتالینای ایرانی، خیلی کم توی بازار پیدا میشه و بعضی پزشکا زیاد اقبال نشون ندادن به ریتالینای ایرانی، ویاس توی بازار ایران خیلی شایع شده و امروز میخوام در موردش صحبت کنم. خب سلاتین، ویاس که البته انگلیسیش ویانس نوشته میشه اما ویاس خونده میشه، به شکل کپسول و قرصهای جویدنی وجود داره. ویاس اسم تجاری لیز دگزامفتامینه، یعنی ماده اصلی اون لیز دگزامفتامینه که به اسم ویاس داره به فروش میره، مثل ریتالین. ریتالین اسم تجاری متیلفنیدیته. کاری که ویاس میکنه باعث افزایش فعالیت CNS یا سنترال نرو سیستم یا سیستم اعصاب مرکزی شما میشه. میشه گفت یک محرکه، مثل ریتالین و مثل مودافنیل. این دارو نقشای درمانی خیلی خوبی داره و تونسته تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا رو برای مشکلات بیشفعالی توی بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال بگیره. همچنین نقش خیلی خوبی در درمان BED که حالا بعدم بهتون میگم چیه، که یک بیماریه که باعث پرخوری میشه، میتونه در BED های متوسط تا شدید هم نقش درمانی خیلی خوبی داشته باشه. البته خیلی اشتباهه که شما بیای برای کاهش اشتها و یا برای لاغری از ویاس استفاده کنی. و در آخر این دارو یک پیش داروه، یعنی خودش مستقیما اثر نمیکنه. وقتی وارد بدن میشه توسط بدن لیز دگزامفتامین تبدیل میشه به دکستروامفتامین و این دکستروامفتامینه که باعث اثر این دارو توی بدن ما میشه. این دارو به شکل کپسول‌های 30 میلی گرمی، 50 و 70 میلی گرمی وجود داره که توی یه قوطیه که توی هر قوطی هم 30 تا کپسول وجود داره و همچنین به شکل قرص‌های جویدنی هم هستش که من بعید میدونم، یعنی با چون من تا حالا نرفتم بپرسم از داروخونه آقا شکلاش چجوریه، اما تا جایی که میدونم قرص‌های جویدنیش توی ایران وجود نداره. خب سلاتین، نگاه کنین، کپسولو شما نمیخوری، کپسولو باز میکنی، پودرشو یا میریزی توی آب پرتقال یا میریزی توی ماست یا میریزی توی آب، هم میزنی میخوری. نیمه عمر این دارو 12 ساعته و به صورت روزانه یه دونه باید مصرف شه، برعکس ریتالین که معمولا چون نیمه عمر خیلی کوتاهی داره 2 تا 3 بار باید توی روز مصرف شه، این دارو فقط یه بار توی روز مصرف میشه و معمولا صبح، و اصلا مهم نیست که صبح ناشتا مصرف بشه یا بعد غذا، اما به خاطر مشکلات گوارشی که ممکنه بده پزشکا توصیه میکنن که با معده پر این دارو رو مصرف کنید. و همچنین این دارو 60 ساعت طول میکشه تا به صورت کامل از بدن خارج بشه، نه اینکه 60 ساعت اثر داره. تو وقتی دارو رو میخوری بعد 12 ساعت دیگه میفهمی که تاثیراتش از بین رفته، اما همچنان توی بدنت وجود داره، یعنی اگه ازت بیان یه کیت بگیرن کیتو بد میزنه. 60 ساعت طول میکشه تا به صورت کامل از بدن خارج بشه.
خب مهمترین مورد مصرف این دارو که به خاطر اون تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا رو گرفته ADHD یا بیش فعالی. حالا حتما ADHD رو دیدین دیگه. افرادی هن که فعالیتاشون زیاد سر جاشون نمیتونن بنشن، بیش فکری دارن، هی به مسائل مختلفی فکر میکنن. معمولا کارا رو تا ته انجام نمیدن، یه کارو شروع میکنن، نصفه ولش میکنن، میرن سراغ یه کار بعدی. دیدی مثلا الانم که خیلی توی نسل ما این مورد زیاد شده که میخوای خونه رو تمیز کنی، یه چیزو از یه جا برمیداری، یه دفعه سر رو یه آشغال دیگه پیدا میکنی، اونی که قبل برداشتی رو اونجا میذاری، میری آشغال دیگر رو میریزی، متوجهی نمیتونی یه کار رو تا ته انجام بدی. ویاس برای درمان ADHD توی بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال کاربرد داره. مورد دیگه‌ای که استفاده میشه به خاطر بیماری BED یا بینج ایتینگ دیزوردر هستش. این بیماری چجوری خودشو نشون میده؟ افرادی که این مریضی رو دارن کسایی هن که تو طول روز وعده‌های خیلی زیادی غذا میخورن با حجم‌های خیلی زیاد، و چون این دارو یکی از عوارض جانبیش کاهش شدید اشتهاست و کاهش وزن، دقیقا مثل شیشه دیگه، اصلا کلن شما افرادی که این کپسول رو 2-3 تا با هم دیگه میخورن، جوری که میگن دقیقا فاز شیشه رو بهشون میده، دقیقا خود فاز شیشه رو میده، مثل گلوریا، مثل کپسولای لاغری دیگه که تو بازار وجود داره. که راجب گلوریا که یه کپسول لاغریه، یه روزی خانم گفته بود که من با روزی نصفه شروع کردم و الان دارم روزی 4-5 تا میخورم و اگه نخورم تا یه چند روز خوابم، کلن کسلم، بی‌حوصله‌ام، آبریزش دارم، بی‌قرارم. خب خیلی معلومه دیگه، اینا شیشه از همه. و به خاطر کاهش اشتهایی که میده، برای درمان بی‌ایدی‌های متوسط تا شدید هم کاربرد داره. و میخوام اینو بهتون بگم، احمقانه ترین کار و بزرگترین اشتباه اینه که تو بیای برای لاغری خودت، یعنی بیماری BED نداری، فقط یه آدم چاقی، و بخوای برای لاغری خودت و کاهش اشتهای خودت از ویاس استفاده کنی. و مورد مصرف سوم که مورد درمانی هم نیست، ابیوز یا سوء مصرفه. به خاطر چی؟ به خاطر همون تمرکزی که میده، به خاطر همون که آرومت میکنه، به خاطر اینکه باعث میشه تو یه کمی اعتماد به نفست بره بالا. حدوداً یک مینی شیشه است دیگه. شما فرض کن شیشه با اون فازی که باعث میشه طرف بعد از یه بار مصرف دیگه نتونه ولش کنه، یکم فاز پایین‌ترش توی این کپسول وجود داره. برای همین بعضی‌ها با این کپسول ابیوز میکنن یا سوء مصرف میکنن. مهمترین خطر مصرف ویاس مشکلات قلبیه. چرا؟ چون محرکه. محرک ها مثل شیشه، مثل کوکائین، ریتالین، مدافنین، اینا باعث افزایش ضربان قلب میشن. برای همین برای کسایی که سابقه مشکل قلبی دارن، باید حتما قبل از مصرف با پزشکشون در میون بذارن. چرا؟ چون برای کسایی که سابقه مشکل قلبی دارن، ریسک MI یعنی سکته قلبی و ریسک مرگ ناگهانی ناشی از بیماری قلبی رو بالا میبره. مورد دوم، کسایی هن که سایکوز، بیماری بایپولار یا دو قطبی و یا افسردگی دارن. این افراد هم حتما قبل مصرف باید با پزشکشون در میون بذارن. چرا؟ چون میتونه باعث تشدید این علائم بشه، و خصوصا اگر کسی علائم سایکوز داشت، یعنی توهم داشت، باید مصرف این کپسول رو قطع کنه. و نکته سوم، کسایی که آدمای بی جنبه ای هن، مثل دکتر سنا که سابقه اعتیاد داشته، بهتر قبل مصرف با پزشکش در میون بذاره و اصلا بهتر سمت ویاس نره، چون ممکنه باز بی جنبه بشه و از یه دونه ویاس برسه به روزی 1000 تا ویاس. و مورد بعدی، کسایی که مشکل کلیوی دارن، چون دفع ویاس از طریق کلیه است، باید داروشون تعدیل بشه، یعنی باید دوز کمتری از ویاس رو مصرف کنن. و در نهایت کسایی که داروی ماو اینهیبیتور MAOI ماو اینهیبیتور در 6 روز گذشته مصرف کردن، اصلا نباید ویاس رو مصرف کنن. برای همین اگر دکترت برات تجویز کرده من میخوای این دارو رو شروع کنی، حتما توی اینترنت سرچ کن ببین داروهای ماو اینهیبیتور چه داروهایی هستن که یه موقعی توی 6 روز گذشته از اونا نخورده باشی، چون اختلال خیلی شدیدی میده وقتی با ویاس مصرف بشه. ما عوارض جانبی رو به دو فرم شایع و عوارض خیلی خطرناک تقسیم میکنیم. عوارض شایعش چیه؟ خب فشار قلب، خون رو میبره بالا، فشار قلب و
فشار خون رو میبره بالا، ضربان قلب رو میبره بالا، ممکنه خارش بده، باعث بیقراری میشه، باعث مشکلات گوارشی میشه. مثل چی؟ مثل درد معده، اسهال، حالت تهوع، باعث کاهش وزن و کاهش اشتها میشه و همچنین خیلی بیخواب میکنه آدمو. برای همینه که میگن یه بار تو روزه تو اصلا نباید ویاس و ظهر یا شب بخوری، چون به احتمال خیلی زیاد خواب شبت به مشکل میخوره، بعد از اون طرف خواب شبت هم به مشکل خورده، میری سراغ آلپروزولام و کلوناسپام و اینا، میبینی سر یه ویاس افتادی تو 100 تا دراگ دیگه. و خطری ترین مشکلاتی هم که بهتون گفتم مشکلات قلبیه و سایکوز. که برای مشکلات قلبی اگه شما داری دارو رو مصرف میکنی و دچار درد قفسه سینه شدی، دچار تنگی نفسهای خیلی شدید شدی، دچار تعریق و حالت تهوع شدی، احتمالاً مشکل قلبی بهت داده، باید به بیمارستان مراجعه کنی. و از سایکوز هم که دیگه همه خیلی بهتر میگن، به قول بچه ها سایکوز همه خیلی بهتر میدونن دیگه، توهم میزنی، فریکی میشی، ممکنه پارانویا بگیری، اینا هم ممکنه از عوارض این کپسول باشه. خب سلاطین، ویاسم سر و تهش رو هم آوردیم. خیلیاتون از من خواسته بودین در مورد این کپسول صحبت کنم و امروز دیگه این چی میگن، این دندون لق رو کشیدم انداختم دور. اگه سوالات بیشتری دارین حتما توی دایرکت ها بدید، توی کامنت ها بگید تا بهش جواب داده بشه. و شما هم اگه تجربه ای از مصرف این دارو دارین حتما توی کامنت ها بگین. و لطفاً 10,000 تا لایک، 10,000 تا ویو نخوره، 50 تونه لایک. من خوب بازی میکنم چون تو لعنتی توی تیممی. تا دیداری دیگر، بدرود. Cursey, 'cause I wanna see what it would sound like, right? Can't tame, you can tell by the tail that the dog, but the motherfucking beast on the scale. Work hard, get scarred from the leash that I broke. Light bar, not far from the reach of the choke, but I'm reaching the totes. Got heat that I bleach and coat. Shit, my needs are keys to the rose, piece of the hose, piece of the pie, but the piece still grows. Get top on the phone.